هک‌های ماورایی، آپدیت بزرگ، ورژن 2 ای فوتبال 23. سلام و درود و خدا بر شما باد. پس از مدت‌های طولانی ای فوتبال عزیز دلمون، پس از شایعه‌های مختلفی که وجود مستر لیگ و نمی‌دونم کارت‌های ماورایی و فلان و بیسال گفته بود و نمی‌دونم مچ پس و فلان رو می‌خوایم اضافه بکنیم، بالاخره امروز پس از 3 روز بریک بازی ورژنش 2 شده. همینجوری که دارین می‌بینید سمت چپ پایین ورژن 2 شده و اینکه هنوز پوستر عوض نشده. شاید بخاطر این باشه که لایو قابلیت انجام ندادم. من به اضافه اینکه پوستر بازی تبدیل شده به اینکه سیزن دومشون میده، به اضافه اینکه بازی شده حالت جام جهانی که ببینیم ایونت‌های جام جهانی اضافه شد یا نشد. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نکنید سراغ ویدیو. به به یک تیکت اونبال اومد. بله سیزن دوم داریم مشاهده می‌کنیم. ما کارت‌های تیکتی بالا اضافه شده که کارت‌های ستاره دار هستن که ببینید ستاره مثلا 5 ستاره 3 ستاره سکه داشتیم. تیکتی اضافه شده که حالا تو میگم جریانش چیه. بریم سراغ پلی ویدیو که ببینیم چه داستانی سر هم کردن واسه ما، دیتیلو میتونم ببینم. خب گفته که این چیز کلا مخصوص جام جهانی و اینجور چیزا. بازیکنهای اپیک جدید اومدن و مچ پس اضافه شده. پلی ویدیو. به 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 کیفیت داغون. با مسی صحبت کرد و سفیرهای کونامی دارن صحبتهای خودشون میکنن، مثل نیمار و مسی و بله کارت چیز بود، کارت ماورای نیمار بود که اضافه شده و حتما هم توی فکر کنم پکش پولی باشه آرنولد. و بله حالا بازه کامل نکنیم برونو فرناندس که حالا ایشون هم هستش و فکر نمیکنم پکش اضافه شده باشه که. به 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 سیزن دوم حال کردم این داشت دوست داشتم. بابا عکس مسی رو دیدی؟ این کارت چیزشه، جدیدش اومده. دیدی موهاش اصلا این فرق می‌کرده شو اینا، کارت جدیدش اومده. آقا جان بچت بذار بریم سریعتر تو بازی. چه چلبرتی دارم میگم بذارش کنم بریم سراغ بازی. بله وارد بازی میشیم، لاگین بونوس رو مشاهده میکنید که حالا طی این چند روز اضافه برین توش. حالا پنج فردا بیایم 50 تا کوین بمونید و بریم سراغش ادامش که اسپشیال لاگین بونوس هم بهتون میده توی این یه هفته. حالا میتونید اینا رو دریافت بکنید و بریم. او اسپشیال لاگین بونوس فرانسه دوله قرعه رایگان بهمون داد، قرعه رایگان او ادمین بهمون داد، قرعه رایگان اسپانیایی 2010 و 300 تا سکه که توسط ادمین به شما هدیه داده خواهد شد که به ما داده خواهد شد. یعنی شد گفتم کارتای ستاره‌ای اضافه شده و من نمیدونم این چیه. بذار ابدا بزنیم ببینیم چیه، توضیحاتیه یا نه. او ولکام تو دیبات میژن که قطعا اشتباه خونده. خب بذار ببینیم چی میگه. تو بخش ابجکتیو اینا اضافه شده، ببینید که اینا یه سری تیکت های ستاره دار هستن که حالا باید ببینیم چه به درد میخوره. تیکت 5 ستاره هم هستش که حالا باید ببینیم اینا چه به دردی میخورن که تو بخش ابجکتیو اضافه شدن که حالا یه سری کار انجام میدیم و بهتون میدن اینا رو. خب حالا من زب در بزنم روش. او ما الان این ستاره رو بگیریم، یه چند تایی میشه 6 تایی میشه بگیریم شما ببینیم چه به درد میخوره. اینجا جایزه‌مون رو دریافت کنیم و بریم سراغ ادامه ویدیو. خب از همینجا شروع کنیم گیم پلی. قطعا داریم اگه میشه گیم پلی داشته باشیم. از همین اول ساعت تو رو ببینیم به فوتبال فستیوال کمپین. خب این که هیچی، توضیحات این سیزن اسپانیایی 2010 اضافه شده، کارت های اپیک آنرسینیستا که 97 که میشه توی بازی 100، ژاوی آلانسو 96 که دی ام اف و فران تورس و کارت اپیک ژاپن هم داریم. اضافه یه حالا ابجکتیو که بهمون گفته که چی 150,000 تا جی بی به اضافه 20,000 تا ایکس پی بهتون میده. پک های ماورایی. بله مچ پس هم اضافه شده. دو تا آقا کارت اولیور کان رفته جز کارت های پوینتی. جان من برو بگم میتونم بگیرمش، فکر کنم 5000 تا میخواد فکر کنم. بله 5000 تا پوینت میتونیم بدین اولیور کان عزیز دلو بگیریم. با چند تا لول؟ با 7 تا لول. توی قسمت اول بریم از قسمت بازیکناش شروع کنیم. قسمت بازیکن‌ها یه سری بریم گفته ویلکام تو کانترکت پلر ساینین اومده و امیزینگ تیل نمیدونم چی پک های ماورایی آرژانتین اومده، اسپشیال پلیر لیست که حالا کارت های اپیک و اپیک و این چیزا توشه، استاندارد پلیر تیکت که این تیکت جدیداست که گرفتیم ببینیم داستانش چیه. بله حالا الان با اینا میتونیم چیکار بکنیم. آها نه کن یک کدومشون زده فوروارد تیکت، این یکی رو زده ام اف تیکت، این یکی هم که زده دی ام اف دی ام تیکت و که دیگه معلومه دیگه کارت های فوروارد مهاجما و کارت های هافبک ها و کارت های دفاع. حالا مثلا ما اگه روی فوروارد بزنیم چی میشه؟ یوز تیکت چی میشه؟ این چیه؟ آها کارت های 4 ستاره رو با این تیکت میتونیم بخریم فکر کنم. نه نه ها این ارتقاشونه، این که بازیکن ها میتونن ارتقا بدین. یوز تیکت چی میگه؟ حالا من یوز تیکت رو بزنم چی میشه مثلا؟ چی شد الان مثلا؟ آه شانسی بازیکن میدی، یعنی 4 ستاره اسپانیا
بله چهار اینو اگه بزنید میتونید بازیکن 4 ستارتون رو حالا ببرین بالا، یا اینجوری میتونید یوستیکت بزنید و بازیکن شانسی بگیرین 4 ستاره. چیز خوبیه، خوشم اومد، قابلیت جذابیه. و همینطوری هم که داری میبینید مثلا اگه تیکت 4 ستاره است نوشته 100% 4 ستاره بهتون میده، یعنی اصلا 3 ستاره 2 ستاره 1 ستاره بهتون نمیده، که این خیلی خوبه. بریم سراغ بس به بخش اسپشیال پلیر که چند تا قرعه باز بکنیم که بهمون قرعه اسپانیایی اپیک رو داده و قرعه های دیگه مثل باکس پوتو هم اضافه شده و اپیک ژاپن هم اضافه شده. حالا پک هایلایت و پوتو و بهترین هم بهترین های هفته و آل تایم گریتز که این رو شما میتونید با سکه های چند ستاره بگیرید که زومر از دلم رو میگیرم من حتما. هنوز پک های قبل رو داریم و پک فرانسه اضافه شده، پک فرانسه که قطعا 100 سکه رو میخواد که یه قرعه رایگان بهتون مثل من میده، میتونید بازش بکنید. اما ببینم که بله بله چه طراحی کردن امباپه و آقای مگنون و رابیو و پاوارد و اوشون قرار داره که من میبینم امباپه چند تا لول داره، 17 تا لول و تمامیه تیم پلی استایلش روی 90 که خیلی خوبه. به خاطر اینکه شما دیگه نیاز نیستش که این 17 تا لول رو صرف اون 90 تا کنی، صرف تیم پلی استایل بکنی و خیلی عالی میتون میتونی این امباپه رو یعنی بگیری تمام کن. اول قرعه رو مهدی باز میکنه، فری رو میزنه، کنسل رو میزنه، دوباره میاد، همه هر کدومو بدی خدای من خوشحال میشم، به جز اون آخریه، اون آخریه رابیو هم بدی خوشحال میشم، اما امباپه رو بدی خوشحال تر میشم. بله میریم سراغ بازیکن ها، تک رو باز میکنیم، یک موزیک بسیار لذت بخش و هیجانی اضافه شده به بازی. برگام شو بابا، مگنون داد به ما، مگنون من دارم مرتی که چه کیتی، کیتو نگاه، کیتو ندیده بودم. بریم سراغ باز کردن پک اسپانیا، قرعه رایگانشو بزنیم ببین. یه دونه کنسل میزنم، یه دونه سریسان سریسان، هر چی دادی دادی، هر چی دادی دادی. محتوای پک رو اتفاقا نگاه نکردیم، اشتباه کردیم و اپیک داد بهم. مطمئنم اپیک داده بهم، مطمئنم اپیک میده بهم، مطمئنم اپیک میده بهم، خواهش میکنم اپیک بده بهم. شانس با تو یار است مهدی خان. ژاوی آلونسو داشتی شانس خدا وکیلی. بله ژاوی آلونسو رو گرفتید، ژاوی آلونسو اسپانیای 2010 با فیس بسیار زیبا که فیسش میگم فیس سرمربیش میخوره، البته واسه 2010 نیست قطعا. و اینکه این بازیکن پاس‌های به شدت خوبی رو میده بهتون، دی ام افش دفاعش خوب نیست، ژاوی آلونسو کرل به شدت خوبی داره، کیکینگ پاورش خوبه، و اینکه تیم پلی استایلش کامل 935 تا لول داره. برو بریم محتویات این پک هم بهتون نشون بدم. محتویات پک از همه لیگا هست و شانس ما دی ام اف رو گرفتیم که دومین بازیکنه و ما خر شانس هستیم. ما کنی پک ژاپن رو ببینیم، پک ژاپن که من دیوانه نیستم برم پک ژاپن رو باز کنم 100 تا هم بهش بدیم، اما خب اینجا هم همه بازیکن‌ها هستن برخلاف سری پیش که فقط مثلا از لیگ ایتالیا میداد یا لیگ اسپانیا میداد، از همه لیگا قاطی و قاطی است. باکس ورلد واید مشاهده میکنید، باکس ورلد واید کیمیش آربی، کیمیش آربی دی ام اف کیمیش، اما اینجا پست اصلی زده آربی و پاس‌های به شدت خوبی میده، اما دفاعش اصلا خوب نیست، واسه همین آربی گذاشتنش پست اصلیشو. آقای کروس هست و اودگارد مسخره و ببخشید اودگارد عزیز و اوتاویو، آقای نونو مندز و تونی و بقیه دوستان و گراناچو هم که مگه میشه نباشه آخه. خیلی خوب بقیهشون که دیگه آها اینو من می‌خواستم چک بکنم، این باکس، باکسی که با ستاره که سکه‌های ستاره میتونیم بگیریم، ببینم کیا توشن. ببین نواز هست، آها اینجا بیرون که داره نشون میده بهتون میگه 96 96 اینا مکس شدهش هستن، یعنی سوزومر تا 96 میره که حالا تو ترکیتون هم میاد صدا بشه بشه 91 عالیه. اینا هم که حالا باکس های پوتو هستن، اینا رو میتونیم بگیریم، اما کسی دیوونه نیست 5 ستاره داشته باشه بیاد اینو بگیره. و باکس ایتالیا که بود، باکس ترکیه که بود و بقیه باکس ها بودن. اگه فرانسه رفت یه دونه شانس داشتیم. این چیه؟ این آمریکن لیگه؟ دیوونه این مگه بریم باز کنیم؟ برو یه دونه از این باز کن. باکس ورلد واید رو میخوام باز بکنم. 100% الان میریم سراغ پک های ماورایی که بهتون گفته بودم و 100% بازش رو میگم. داخل همین ویدیو باشین، جایی ندارید، با ما باشید، با ما همراه باشید. بریم سراغ اینکه ببینیم چه بازیکنی بهمون داد. 5 ستاره بده خواهش میکنم دیگه. گند داد، گند داد، بازیکن آشغال داد، آشغال آشغال. نونو مندز داد، نه خوبه که یا به به کی تو نگاه، به 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 فیس ال بی، به به عالی، هم ال بی بازی میکنه، هم دی ام اف بازی میکنه، هم ال ام اف. میدونم الان همتون منتظرین بریم سراغ پک های ماورایی که بهتون قولشو داده بود آقای کنامی، ببینم که کدوماشون اضافه شد. آیا پک پرتغال هم اضافه شده یا که نب نه پک پرتغال اضافه نشده چون آپدیت قبلی ما ویدیوشو نگرفتیم، حالا بهش فعالیت نداشتیم. اینجا پک های بایر نو منچستر، حالا میدونین خودتون چی اضافه شده بودن و من بارساشو گرفتم و حال نداد بهم خدا وکیل. و اینکه بهتون بریم
سراغ پک های پریمیوم که آقای کنانی به همون قولش داده بود. بریم ببینیم که توی پک آرژانتین کارت 2014 جام جهانی مسی هستش که کارتش گفتم با بقیه کارت های پریمیوم فرق میکنه و اصلا فیسش هم فرق میکنه. 21 کیلی لول داره و اینکه تمام تیم پلی استایلاش هم مکسو دارید. فقط نگاه کن اونجا کجا بازی میکنه. AMF SS CF LWF و مابقی پاک مسی رو قطعا باز میکنیم. حالا پارالز و دیپاول و مارتینز و دیبالا و دیماریا و بقیه بازیکن هم هستن که اینو پک رو باز کنید دیگه 1500 تا میدی و اینا رو همه رو میگیری. و پک نیمار، پک برزیل با حضور نیمار 2014 اگه اشتباه نکنم، بله نیمار 2014 که کارتش هم خیلی شبیه کارت مسی، فکر کنم این نوشته ها رو خودشون روشون نوشتن آره دیگه مثل قبل. و این نیمار 19 تا لول داره، مثل مسی تقریبا بازی میکنه اما LMF هم بازی میکنه، یعنی هافک چپ و وینگر چپ و SS و AMF. پک های حالا پک حاج کریم هم هستش که پک فرانسه است اما کارت حاج کریم مثل نیمار اینا نیستش. میبینی آه نه هستش آقا هست، غلط کردم. بعد فیس حاج کریم هم میبینی که واسه 2021 اما این کارت واسه 2014 نیستش. و حالا بقیه بازیکناشون هم که هستن من ترجیح میدم پک آرژانتین و برزیل رو باز کنم ببینیم چقدر پولش میشه. اگه بخوایم 3000 تا کوین بگیریم چقدر پولش میشه؟ 29 دلار که نه، آره 30 دلار دیگه. 30 دلار چقدر میشه؟ میتونیم بگیریم آقا، میگیریم پول میگیریم و پس این ویدیو باید هزینه کرد. بریم سراغ پک پک باز کردن. از لیونل مسی شروع میکنیم، میخوایم پک رو بگیریم، خدا رو شکر رو میداریم 1500 تا رو میدیم و پک رو بگیریم. بله بازیکن ها رو گرفتیم همه رو. ببینم که جزء بازیکن اه ندیدم تیم پلی استایلشون چی، هم مشکل نره فکر کنم کنارشون. آها کیت آرژانتین هم بهمون دادش به اضافه 15 تا ایکس پی 4000 تایی و نیمار. پکش رو بریم باز میکنیم و اینم تیم پلی استایلشون نمیدونم چی، میریم ما هم دیگه میبینیم. یادم رفتش ببینم. بله همه بازیکن‌ها رو میگیره و میاد پایین ببینیم که اینم فکر کنم همونه دیگه. بله کیت برزیل رو داده بهمون واسه سال 2002 و اینم دوباره 15 تا 4000 تایی ایکس پی داده و بازم جی پی چیز داریم، کوین داریم، 550 تا دیگه کوین داریم، یه چیزی میگیریم باش. خیلی خوب اینجا بهمون یه چیزی داده، ما الان میریم بازیکن‌ها رو ارتقا میدیم، میبریمشون بالا. یعنی ارتقا میدیم چیه؟ اوه مچ پس رو ندیدیم، مچ پس اضافه شده. خوب مچ پسی که اینجا اضافه شده خیلی خوب. اوه خیلی خوب شد آقا، خیلی خوب شد. اینو اگه بخوای بگیری چی؟ آها اینا خب بالا تیه روزهای مختلف بهتون میبینید که این بالا بالایی باز این پایینی حالا چی؟ اون بالایی که بالا تیه روزهای مختلف توی مچ پس حالا بهتون میده اینا رو دیگه، توی تیه روزهای مختلف بهتون اینا رو میده که حالا چیزای خیلی مهمی هم نیست. اما اینا رو من نمیدونم چیه و چجوری میشه اینا رو گرفت که حالا پریمیوم و ولیو داره، چجوری میشه اینا رو گرفت؟ آنلاک، آها آنلاکو بزنی 500 تا بدی پریمیوم مچ پس باز میشه ها. من پریمیوم مچ پس توش پادیچو داره که حالا نمیارزه البته، ولی خب این بازیکن 3 ستاره بهتون میده و اینجا الان میخوام ببینم که واقعا فرقش چیه با 500 تا سکه بهش بدیم. آها یعنی اینو بازیکن هم بهت از این میده هم بهت از ریگولر میده، ریگولر هر گوی که خدا وکیلی نمیارزه. آخرش چی میدی حالا؟ این وسطاش هم که 4 تا اصلا هیچی نمیدی. نگاه کن تو رو خدا پول بده بعد وسطش هم بهت هیچی نده. بیشتر فکر کنم داره کوین میده. نه خب مگه مریض این ولیو رو میگیریم؟ بابا ولیو هر روز بهت چیز میز میده. دیونه این مگه همون ولیو رو میگیریم؟ آقا من ولیو رو آنلاک میکنم، 250 تا بهش میدم، ولیو رو باز میکنم که ببینیم چیه. فکرم نمیکنم خیلی چیز مالی باشه. ولیو آنلاک شد. الان که ولیو آنلاک شده اینو بهمون داد، اولین روز اینو بهمون دادش به عنوان بونوس و حالا تا روزهای بعدی هم از بالا میگیریم هم از پایینی. حالا بخش ابجکتیو، بخش ابجکتیو ببینم تغییری کرده است آیا یا که خیر. کریر ابجکتیو و این بریه کریر ابجکتیو که جایزهای مزخرفشه، این خیلی خوبه که این ببینم. بله بله اینجا کوین هم اضافه شده تو ابجکتیو، اگه فکر یادتون باشه فقط ایکس پی و جی بی بهتون میاد که کوین هم اضافه شده. حالا بریم سراغ ارتقا دادن بازیکن‌ها. چرا زرش کوچ می‌کنی بچه‌ها رو؟ گرت بیل رو اینجا بگیریم. اوکی گرت بیل هم گرفتیم. بریم سراغ پلیر. خب تو پلیر گفته ویلکام تو پلیر لیست چک ساین پلیرز و ببینم که منظورش از این حرفا چیه که نمیدونم دقیقاً چی داره زر میزنه. بریم سراغ این که مسی و نیمار رو قشنگ مکسشون کنیم و نحوه مکس کردنشون رو بهتون اینجا بگم. مسی رو اول بریم مکسش بکنیم. اول 1000 تا رو ما کامل تموم می‌کنیم بعد 4000 تایی رو تموم می‌کنیم. همیشه این کارا رو می‌کنیم. میدونم که شما همتون بلدین اما من دارم این تاکید ریزی می‌کنم. خیلی خب مسی رو مکسش بکنیم، بریم حالا ارتقاش هم بدیم. ما کارش تغییر نمی‌کنه بعد از اینکه خب میره بالا. خب بریم نحوه صحیح مکس کردن. 4 تا شوت اضافه می‌کنین، 8 تا پاس اضافه می‌کنین، 8 تا دریبل، 6 تا امین، 4 تا هم لوبادی، 99 میشه. بعد چجوری میشه؟ واه یا الله و علی، فقط نگاه کن چی شد، نگاه کن تو رو خدا.
وای بال کنترل 93 دریبلی 93 نمیدونم چی 93 زهرمار 93 فینیشی 93 کرل 92 چه کارتی شد خدا وکیلی بهترین کارتمون شد 99 بیا تو ترکیب تا 102 هم میره تازه بالا بردن نیمار خیلی خوب آقا بالا بردن نیمار هم تا جایی که میتونین این کارتا رو تیم پلیر استایلاشون رو دست نزنین حالا میخواین بزنین هم بزنین من چقدر به من چاست خیلی خوب نیمار رو کامل ایکس پی رو بهش دادیم و بریم سراغ بالا بردنش و نحوه صحیح بالا بردنش ایشون تا 97 میره تو ترکیب بیا ستم میره بالا اگه تیم پلیر استایلتون بالا باشه میشه 100 نحوه صحیح ارتقا دادن 4 تا شوت مثل مسی 4 تا پاس 8 تا دریبلینگ 8 تا پاینیش لوور بادی هم 4 تا 97 میشه ببین فقط دریبلینگ و نگاه اکسلریشن و نگاه کنترل خدا بالانس و نگاه تموم و نیمار مسی بریم بزنیمش ترکیب بله خب وارد ترکیب که میشیم میگه چی میگه پیک یور استارتینگ 11 تا شده ببینم منظورش چیه سلکت یور تاکتیک هم مثل که عوض شده بذاریم ببینیم که داستانش چیه الان یعنی تعویضیامون بیشتر شده نه همونه بس حرف مفصلی داشتم AMF لیونل مسی اینجا قرار میگیره و AMF میشه 100 لیونل مسی و آقای نیمار جونیور هم به جای ایشو میاد و نیمار جونیور رو اگر ببریمش LWF چرا 98 الان آها بخاطر این احمقا ببخشید بله نیمار و مسی 100 شدن حرکت عزیز دلم اونجا که باید یک فوروارد دیگه به جای شما قرار بدیم و دیگه نمیشه شما تو باشی کارت دوناروما هم عوض شده مثلا اینکه مینی فیسش خیلی خوب بریم بخش ایونت ها تازه شروع شده داستان توی بخش ایونت ها که حالا آنلاین کویک مچ و فرند مچ و اینا همشون بودن و فکرم نمی کنم تغییری کرده باشه بریم توی قسمت ایونت ها ببینم که چی شده بالاخره اولین ایونت بهتون 100 تا کوین میده و این ایونت آفلاینه 100 تا کوین رو بهتون میده فکر کنم دیگه حالا می با هم دیگه میریم انجام میدیم ببینیم که داستانش چیه این ایونت هلندو که دارین مشاهده میکنین نوشته ناسیونال تیم ایشون بهتون یه دونه پک ورلد واید قرعه رایگان از پک ورلد واید میده که اینم بله با تیم های ملی فقط بازی میکنین ایران هم توش فکر کنم باشه ایران هم توش هست و اینجا میرسیم به بخش جذاب کار کاندیشنال ایونت که این کاندیشنال ایونت بهتون 50 تا کوین میده اما آنلاینه سه تا چالش دارین مثلا اینکه سه تا چالش رو باید انجام بدین همون مثل فکر کنم چالش های قبلیه دیگه سه تا چیز آنلاین با هم دیگه میرین بذار یه بار چک کنم درستشو بهتون میگم میگه choose your team for this event ببین اینجا میگه که یه تیم ملی انتخاب کن ولی فکر کنم شما وقتی یه تیم ملی رو اینجا انتخاب میکنی باید بازیکن اینجوری که من شنیدم باید بازیکنای توی ترکیبت هم همچین ملیتی داشته باشن تا بتونین این ایونت رو انجام بده شاید هم ایونت بعدی اینجوری باشه اگر آرژانتینو برداریم ایست رو بزنیم اینجا اگه اینو بزنیم چی میشه خوب بله میریم توی گیم پلن بله همونجور که بهتون گفتم باید این رو فقط بازیکن آرژانتینی بذاریم مثل اینکه بچه میدونی چرا چون ناکن این پای میبینی علامت قرمز زده همه رو باید آرژانتینی انتخاب بکنی و مثل همون چالنج آنلاینه که اولین بازی حالا یک امتیاز بگیری و اینا چی میگه هر 18 تا بازیکنت باید آرژانتینی باشه یعنی هم تو ترکیب هم تو تعویض و کاندیشنال ایونت این ایونت سمت راست ببینم چیه 50 تا کوین رو بهمون میده اینم تیم های ملی دارد اما نمیدانم که چه فرقی با اون ور میکنه ناگهان این ور نمیدونم این چی الان مثلا بیا این ور برزیل برداریم و تیمی هم و تیم ملی یو بردارین که دیگه خودتون حواستون باشه دیگه بازیکنش نداشته باشی فکر نمیکنم بتونی انجام بدی خب بله اینم دقیقاً مثل همون اما فرقش رو نمیدونم جدی خیلی خب آقا میخوام برم این دو تا ایونت رو انجام بدم اول سمت چپ رو میریم که نمیبینید اصلا تایتلاشون با هم دیگه اصلا فرق میکنه اونور نمیشه اینترنشنال کاپ اینور نمیشه اینترنشنال کاپ یو دی وزارو صد و نکو نمیشه تیم لیمیت و بیس استرانگ اونور فقط تیم لیمیت داره نمیدونم داستانش چیه بریم اینو اول پلی کنیم ببینیم چطوریه الان ما باید همه اینا رو بگیریم برزیلی آرژانتینی کنیم از اونجایی که من حوصله گشت و گذار ندارم توی تعویضی ها میرم چند تا بازیکن آرژانتینی میخرم برمیگردم ما قدرت تیممون بیشتر از 2100 تا نباید باشه که قدرتمون زیاده باید یکی بازی کنه عزیزمون رو ما بیاریم بیرون بذاریم که حالا این پلیرستایتون باید زیر 2100 تا باشه برو بریم بله یک حریف پیدا میکنه مهدی میخواد بهش وصل بشه برای بازی کردن ببینیم که حریفمون قوی هستش پگی بریم اون گرفته یا نگرفته ان شاء الله که نگرفته باشه گرفته ایشون فرانسه رو گرفته که قطعا پگی پیرومیون فرانسه رو حتما گرفته دیگه حالا نمیدونم دقیقه شب تیته وایسا آها کیتای ما رو داریم مشاهده میکنین چقدر سم میشه که شما آرژانتین رو بگیرین کیت دوم آرژانتین خداست ولی ما کیت 2014 15 آرژانتین رو میگیریم به احترام لیونل مسی چون کارت لیونل مسی مون 2014 بله منو رو میبینیم که منوی جام جهانی مون فرق کرده این قسمت سمت چپ و ببینیم که ترکیب حریف حضرت عباس
ببینیم که آقا گیم پلی راستی چطوری شده، کیفیت چمن بعد ببینیم چطوریه. و ای بابا ما با طالبی ما سرمربی ما عوض میکردم، چیزو کلوپ هم میذاشتم، طالبی همینجوری روی ترکیب ما مونده. بازی شروع خواهد شد تو دقیقه دیگر، چالش ایونت شروع خواهد شد و بازی همچنان ادامه پیدا میکنه. ببینم که وضعیت گیم پلی چگونه شده است. آها برسون به اون ور، مرسی پاس آقای هران. آها آقای لیساندرو مارتینز، لیساندرو مارتینز حرکت میکنه، شوتشو میزنه و خاک تو سرم کنن. دروازه‌شو نتونستم باز کنم، عجب احمقی هم. آقای لیونل مسی نمیدونم چرا همش داری دروازه اون احمقشو سلک میکنه، چرا این کارو داره میکنی؟ بعد دیبالا اولین گل میزنه، چه فیس زیبایی هم داره دیبالای عزیز دل. چیز خیلی خاصی تو الان تو گیم پلی ندیدم، حالا شاید هم اشتباه کنم، باید واقعا چند بار تست کنم. چرا اینجوری داری میکنی تو؟ چه دروازه تو خالی میکنی؟ ای وایس وایس وایس، با مسی گل میزنه، شادی گل مخصوص داره، دایره اضافه شده. بس دوباره بریم هم دیگه ببینیم. آها فهمیدم، میخواست بریم آوانس بده کسافت احمق. داداشم به بعد کسی آوانس دادی، به بعد کسی آوانس دادی، به بعد کسی افتادی. پایینا رو میبینی؟ این قشنگ این یاروها عوض شده، چی میگم بهش، این حالت بازیکن، اسم بازیکن ها که این کنارا میومد پایین، حالت شیشه ای توسی مانند. به توچه آقا توپو دست میزنی، به توچه آقای کمان. و جلوشو میگیریم، جلوشو میگیریم، ما اصلا بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم. کیت تیم ملی هم میریم چک میکنیم که ببینیم بازیکنان تیم ملی و کیت تیم ملی آپدیت شده است یا نشده است، چون توی فیفا من یه سری هایلایت ها دیده بودم که اضافه شده، یه سری عکس ها دیده بودم، راستش رو بخوام خودم نرفتم چک کنم، ولی عکسش رو دیده بودم که اضافه شده بود. چه غلطی هم کردیم، ما اونجا گل خوردیم، هاک تو سرم. ببین گیم پلی فکر میکنم یک مقداری روونتر از قبل شده، دروغ نگم. آ ماشاءالله لیونل مسی، خود لیونل مسی حرکت میکنه، تک به تک به دروازه‌بان لیونل مسی، و حالا ضربه کات داره. کات ندادی به توپ، تمومه. خاک تو سرت مسی، خاک تو سرت. به اون بازی کردن که امباپه باید هد تو گل بزنه آخه. رفت رفت تمومه، رفت تمومه، رفت تمومه. مساوی. شادی گل مسی و من ندیدم چه شادی گلی، اما حتما تجربه کنیم بهم بگی چجوریش بود، چجوری بود شادی گلش که بعد از گل زدن کارت مسی 2014 دایره رو بعد بزنی، که حالا من یه بار تست میکنم. ریگولر رو بهمون داد، سه ستاره، بازیکن سه ستاره رو بهمون داد. خب این ایونت تکمیل شد، یه ایونت دیگه با آرژانتین انجام بدم، یه بعد بریم سراغ برزیل. نه کن این چالش بر اساس تعداد گل، یعنی شما ببری بازی مهم نیست، فقط این مهم اینه که اینجا مثلا تو این چالش دو تا گل بزنی، تو چالش قبلی یه گل بزنی، تو چالش بعدی سه گل بزنی. بله حریف اسپانیا رو گرفته که قطعاً بازیکن‌های اسپانیایی توشه، پس چی تو جای بازیکن اسپانیایی توشه، ما هم همین که تو میگیریم و میریم سراغ بازی. چه تشویقا خوب شده، تشویقا اینجوری بود یا الان اینجوری شده؟ منو یکی مقداری بهتر شد، رنگ زرد جیغ مسخره همچنان هست که نماد مسخره ای فوتبال است، که ما هم کاری نداریم، همچنان به این چیزا میزنن و توپ رو به سمت راست میبرند. دیبالا توپ رو نگه داشته، میرسونه به لیونل مسی، لیونل مسی ضربه کادر توی دروازه، حالا داگر رو میزنه، اسپشیال خودش رو انجام میده. شادی گل که شادی گلشه که تو مقابل ایران گل زد. وای چه شادی گل خفنی آقا. و قطعا نیمار هم اسپشیال سلبریشن یا همون شادی گل اسپشیال خودشو داره که میریم با هم دیگه میبینیم. یه بارو بزن، یه بارو بزن شاچ، بزن 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 بزن، یه گلم با سین بشه، اینم ایونتشو انجام بده. لیونل مسی پاش چوب قرار میگیره، ببینم که مهدی خان میتونه که این ضربه رو تبدیل به گل بکنه. برخلاف ضربه کاشتهای قبلیش توی دروازه، توی دروازه، و برو اسپشیال خودتو، برو اسپشیال خودتو، برو. چه گلی میزنه این کیه؟ این چرا موش بلنده؟ به چه دلیل انقدر موش بلنده؟ من واقعا دارم گیر میدم، میدونم دارم گیر میدم، دارم گیر میدم. پاس به لیونل مسی میرسه و لیونل مسی به تیر دو توی دروازه، اسپشیال خودتو برو. حتی که لیونل مسی در دومین بازی خود در لباس آرژانتین. بودو بیا، بودو بیا تو بگیر، بودو نگم خسته شین، ما خودمون خسته شدیم. بودو بیا، دلم سوخ واسد. نه ولش کن، ولش کن، ولش کن، این ولش کن. توپ دادم بهت دیگه، بزن تو گل، تمام شد دارم، تمام شد، بزن تو گل دیگه. برقم شو ببینم، پدر سوخته. تمام، و این ایونت هم انجام میدیم. ببینم که حالا توی قسمت سومش که گفته سه تا گل بزن چی میده؟ آها 50 تا کوین و چیزهای دیگر.
بریم ایونت برزیل. خیلی خوب، این ایونت هم گلیه و اینکه این ایونت اصلا مثلا اینجوری اومیس قبلی نیست که بگه 2100 تا نباید قدرت تیمت بیشتر باشه، هر چقدر بخوای میتونی ببری بالا، ولی حریف واسمون پیدا میشه که بس از ما خیلی قوی تره اول فضل الله. خیلی خب، اینجا است که من قدرت خودم رو نشون میدم و لباس برزیل 2002 رو میگیرم. برو بریم تو دل کار. ترکیب ما که این شد با نیمار 100 و ترکیب ایشون هم اینجوریه که از ترکیب ما خیلی قوی تره. بعد بازی شروع میشه، مقابل برزیل بزرگوار قرار داریم، برزیلی که جدید هست و این برزیل اونها از برزیل ما به شدت قوی تر. حضرت عباس یا عبدالفت بگید افار، قشنگ حرفه‌ای بازیش، قشنگ حرفه‌ای بازیش، میتونه ما رو قشنگ گرواجر کن، قابلیتشو قشنگ داره. برگرد برگرد دفاع، برگرد تو دفاع، پاسو بده با این برو باز کن، حالا شوت، حالا شربه توی درواز اسپشیال نیمار رو میخوام، اسپشیال نیمار رو میخوام، تمومه شادی گل اسپشیال نیمار. همین کیدشون هم شبیه کیده تیم ملی بود اگه دقت کرده باشید، که حالا فکر کنم بنیامین بذارم اینجاهاشون حالت یوس فلنگی داره. بگی وینیسیوس رو، بگی وینیسیوس رو، به کثافت بازی ها رو در میاد، بعدم میاد از هر چی کفاست بازیه. ببین داداش توپ دست من بیاد که بهت راه نمیدم، بده بهش، برو تو تیر دو، تمام. یا علی آنکور اوته اوته اوته، اگه بره اوته، ای خدا ای خدا، رفت تیر دو، برو بودا 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 بودا، بابا بزن تیر دو. آهان حالا میخوام گل بزنی ها، بده بره بده بره بده بره بده بره بده بره، تمام، برو واسه اسپشیال، برو واسه اسپشیال، تمومه تمومه خدا، تمومه. تیم قوی تر از خودمو دارم میبرم، 500 تا استرانگ از ما قوی تر است، تمام تو بردو. اما اینو به تو بگم که آقا مستر لیگ اضافه نشدش، بریم سرمربی رو چک کنیم سری. خیلی خوب، تو سرمربی تغییر نداریم، مستر لیگ هنوز اضافه نشده، فکرم نمی کنم که کراس پلتفرم شده باشه بازی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی، اگه از این ویدیو لذت بودی لایک و سابسکرایب کن، یوتیوب فراموش نشه، بعدن تو ویدیو بعدی. چرا صدا نداریم ما؟ چرا صدا نداریم الان؟ آها چون هنوز داخل بازی نرفته. و بله بکس بکس عالی، اسپید اسپید اکسلریشن که این پلی چیز چشمگیری نداشته تا الان، خدا کن، یعنی جدی دارم میگم، دل بزرگ داشته باش و در دریا بنداز همچی چیزی.